درود بر شما. 24 دی ماه 1400 خورشیدی و 14 ژانویه 2022 میلادی. 22 میلادی. امشب در صفحه آخر به موقعیت فعلی چند تا از بدهکاران کلان بانکی میپردازیم، با وضعیت جامعه ای که میدانید از نظر اقتصادی و وضع مردم و از اون بر این لایه هر روز هر بتمند هر شبنده اینا محاکمه شدن و مثلا حکم زندان گرفتن، اما آزاد از هر مجازات و محدودیتی دارن به مشاغل شریفشون ادامه میدن. برده آخرم خواهیم داشت طبق روال هر هفته آخر برنامه. این هفته، هفته ای که گذشت، یکی از مفاخر ادبیات و طنز ایران رو دور از ایران از دست دادیم. ایرج پزشکزاد که بیشتر با دایی جان ناپلئون همه میشناسنش، نام و آثارش همیشه ماندگار خواهد بود. و اما درباره تقدیمی این هفته، قتل عمد بکتاش آبتین زندانی، شاعر، مستندساز، عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران. بکتاش آبتین متولد 1353 بود. نخستین مجموعه از غزلهاش به نام و پای من که قلم شد نوشت برگردیم سال 1378 منتشر شد. نشر روزگار منتشرش کرد. کتاب‌های بعدی بکتاش آبتین شعرهای آزاد اوست. حالا نمیدونم به اسم شعر سپید، به هر حال مشهوره. در میان این کتاب‌ها کتاب پوت که در هفتمین دوره مراسم کتاب سال شعر خبرنگاران سال 91 جایزه بهترین کتاب رو گرفت. بکتاش آبتین در فیلمسازی هم مستندساز بود. دیپلم افتخار از 12 جشن مستقل سینمای مستند ایران رو گرفت به خاطر فیلم موریانه‌ای با دندان‌های شیری و در جشنواره سینما حقیقت فیلم بلند 13 اکتبر 1937 بکتاش آبتین بهترین فیلم پورتره شناخته شد. ولی هیچ کدوم از اینا راضیش نمی کرد. مسئولیت جامعه معاصر ما اینه که ما امروز به اندازه کافی شاعر خوب داریم، فیلمساز خوب داریم، هنرمند خوب داریم. چیزی که کم داریم اینه که یه سری آدم وایسن مبارزه کنن، یه سری آدم وایسن حقشون بخوان، یه سری آدم وایسن و پایداری کنن، پایمردی کنن. فضیلت پایمردی، مبارزه و ایستادگی این حلقه مفقوده معاصر کشور منه. بدین ترتیب دوست دارم که همین امروز در جوانی با اقتدار جان شیرینم رو فدا کنم برای آزادی. نهایتاً بازداشتش کردن. چند بار 5 مهر 99 محاکمش کردن به اتهام فعالیت علیه نظام مقدس و عضویت در کانون نویسندگان ایران. به 6 سال زندان محکومش کردن. در زندان 2 بار کرونا گرفت که بار دوم به دلیل اینکه نخواستن بهش برسن، حالا دفعه اول قصر در رفت، بار دوم نخواستن بهش برسن، جان داد. نخواستن بهش برسن به این دلیل میگم که بار دوم که کرونا گرفت در 11 آذر 1400 به مدت 3 روز که بسیار حیاتی است برای بیماری که مبتلا به کرونا شده، هیچ رسیدگی بهش نکردن، هیچ. بعد از 3 روز پیشروی بیماری به مرگ نزدیک شده بود. شبانه بردنش بیمارستان طالقانی. 10 روز در بیخبری به تخت بیمارستان زنجیر شد با حال مدام بدتر شبنده. 22 آذر دیگه نیمه جان در واقع میبرنش بیمارستان ساسان و به هر حال سرانجام 18 دی ماه به نوشته بیانیه کانون نویسندگان ایران
ظهر 18 دی ماه قلب پرشور بکتاش آبتین ایستاد و برگ سیاه دیگری به جنایت‌های جمهوری اسلامی افسوده شد. حکومت مثل همیشه که میترسه هر حادثه‌ای باعث برانگیخته شدن مردم علیه حکومت بشه، سعی کرد با فشار بر خانواده آبتین و بر کانون نویسندگان نذاره مراسم علنی و عمومی خاکسپاری انجام بشه. خیلی فشار رو جابجا کرد، اما بالاخره یک شنبه 19 دی ماه این مراسم برگزار شد. شعار درود بر پوینده مختاری آبتین، پوینده و مختاری از قربانیان قتل‌های سیاسی دهه 70 به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از اعضای شاخص کانون نویسندگان ایران بودند مثل آبتین. این شعار پوینده مختاری آبتین تو این مراسم به حکومت نشون داد که این خونها خشک شدنی نیست. تقدیمی اهل قلم ایران به مردم. بر اساس آخرین آمار اعلامی از سوی وزارت اقتصاد، مطالبات غیرجاری کل شبکه بانکی کشور تا پایان شهریور 1400 به حدود 236 هزار میلیارد تومان رسیده است. این طلب بانک ها از مردم نیست. این 236 هزار میلیارد تومان بدهی معوقه گردن کلفتای راندخاره. محبی نماینده مجلس میگوید قریب به 20 میلیون نفر در کشور در شرایط مساعدی نیستند، که حدود 3 میلیون خانوار بوده و دچار فقر مطلق هستند، که این آمار در سامانه رفاه نیز مشخص است و باید به این افراد کمک جدی و اساسی شود. اما تعداد خانوارهایی که دارای توانمندی بالا هستند در کشور زیاد داریم و ضریب جینی در کشور نشان می‌دهد با این اختلافی که ایجاد شده، عده‌ای واقعاً توانمندند، به طوری که چندین میلیون کارت در ایران داریم که تراکنش مالی آنها بیش از 1.5 میلیارد تومان است. یعنی 20 میلیون نفر حتی نون ندارن بخورن. و اگر کارت نان که تازگی دارن در میارن پخش نشه بینشون، نون ندارن حتی بخورن، گرسنه نمیمونن. 20 میلیون نفر به گفته خودشون، اینا آمارای خودشونه، همینا رو ما بگیم مفروض. و چند میلیون نفر هم تراکنش مالی کارت بانکیشون بالای 1.5 میلیارد تومنه. این یعنی طبقه متوسط تقریبا نابود شده در ایران و جامعه به دو بخش خیلی ثروتمند و خیلی فقیر تبدیل شده. این نابودی یک جامعه رو به دنبال داره. این تبعات اجتماعی و سیاسی هولناکی داره که در آینده حتما به این موضوع به طور مستقل خواهیم پرداخت. فقط اشاره کنم که نه فقط حکومت با ایجاد یک سیستم رشوه سالار و راندخار این وضعیت رو سبب شده، که رسما و علنا هم قوانینی وضع میکنه که این شکاف رو بیشتر میکنه. آقای احسان سلطانی اقتصاددان نوشته است معافیت مالیاتی عجیب برای ثروتمندان،
نسبت مالیات مستقلات به تولید ناخالص در لایحه بودجه 1401 فقط 42% است. این جدول رو نگاه کنید، این نسبت مالیات املاک و مستقلات به تولید ناخالص داخلی مقایسه ایران با کشورهای دیگه. چرا نسبت مالیات از خانه ها در جمهوری اسلامی اینقدر پایینه؟ آقای احسان سلطانی نوشته دولت بار معافیت مالیاتی صاحبان ثروت و املاک و بنگاه های رانتی خصولتی را با مالیات تبرمی به عامه مردم منتقل میکنند. همین ابر ثروتمندانند که املاک و مستقلات دارن و چند تا خونه به اسمشونه. مردم بدبخت خونه ندارن. مالیات از مستقلات وقتی تقریبا صفر میشه و از اون بر مالیات بر درآمد مستقیم از فیش حقوقی کارگر و کارمند برداشته میشه که زیر خط فقرن، یعنی همین جهنم جمهوری اسلامی برای اکثریت مردم و بهشت جمهوری اسلامی برای ابر ثروتمندان. نعمت از جمهوری اسلامی برای اینا. میگم تبعاتی داره اخلاقی اجتماعی و البته خب سیاسی که به ویژه اخلاقی اجتماعیش که عرض میکنم باید در برنامه مستقل بهش بپردازیم که چقدر تأثیر داره این موضوع در فرهنگ مردم، در نگاه مردم به خود، به جامعه و به چشمانداز زندگیشون. به هر حال بدهکاران کلان بانکی که داریم ازشون صحبت میکنیم اینا کیان و کجان؟ حتما یادتونه در مناظره دوم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی که در سیمای آقایون برگزار شد سال 1400، همتی رئیس کل بانک مرکزی اسم 11 نفر که نامزد شده بود برای ریاست جمهوری، اسم 11 نفر رو نوشت که دارین میبینین روی همین تیکه کاغذ، داد به رئیسی که هنوز رئیس دستگاه قضا بود. دانیال زاده، اعظم، صدر هاشمی نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزد پناه، رستمی صفا، ریختگران. من لیست 11 نفر رو همین الان میدم خدمت جناب آقای رئیسی. خواهش میکنم اگه خودشون صلاح دونستن به مردم اعلام بکنن. در جمهوری اسلامی که آدم ها حرف نمیزنن، نظام با رهبر قدسیش حرف میزنه. فرق نمیکنه رئیسی یا اژه‌ای یا شاهرودی یا لاریجانی رئیس دستگاه قضا باشن، وظیفه‌شون حفظ حکومت اسلام و رهبر این حکومته. بنابراین فرقی نمیکنه که بگردیم ببینیم کدوم اینا دوره رئیسی محاکمه شدن، این 11 نفر کدومشون دوره اژه‌ای، یا اصلا توشون کسایی هستن که اصلا کسی پیشون رو نگرفت و هر کس محاکمه شده برای این بوده است که اینو باید بدانیم و هدف این برنامه هم همینه، گزارش کردن این موضوع که هر کس محاکمه شده برای این بوده که کس دیگری محاکمه نشه. یه مثال بزنم از تو همون لیست، اولی نفر رسول دانیال زاده. این آقا محاکمه شد تا خود اژه‌ای که الان رئیس دستگاه قضاست محاکمه نشه. توی فهرست بزرگترین بدهکاران بانکی اول اسم دانیال زاده است. دانیال زاده رو در پیوند با پرونده اکبر طبری محاکمه کردند. در کل دفاعیات اکبر طبری فقط یک بار اسم دانیال زاده آمد، در حالی که بارها اسم افراد دیگه هست، از هم پرونده ای هاش گرفته تا مسئولان دستگاه قضایی به عنوان کسایی که بنابر ادله ای که میاره در دفاعیش طبری متهمند در این پرونده. ولی کی به کیه؟ یعنی دانیال زاده اساساً و اصلاً در بین بدهکاران کلان بانکی، یعنی متخلفان سیستم بانکی و پولی کشور، جز و اولی ها نیست و همتی اسمشو اول می نویسه و این کاغذ هم منتشر می شود تا باز رد اصلی گم بشه. خواهم گفت اینا رو. اکبر طبری در دفاعیش که هیچ وقت نذاشتن در دادگاه بخونه و عرض کردم برای اولین بار ایران وایر در برنامه قبلی گفتم منتشر کرد و ما بارها
به این دفاعیه بسیار مهم استناد کرده ایم، در برای مثال عرض میکنم خدمتتون در صفحه 7 دفاعیش اکبر طبری میگه به ویژه از محضر دادگاه محترم به اصرار قبلی خود مبنی بر دعوت از آقای غلام حسین اسماعیلی سخنگوی محترم قوه قضاییه به عنوان رئیس دادگستری وقت استان تهران و دوست صمیمی قاضی منصوری به عنوان مسئول مستقیم مقام قضایی زمین کلاک لواسان به دادگاه در مقام مطلع و استماع اظهارات ایشان که کلید کشف اسرار زمین کلاک لواسان و کشف حقیقت در دست ایشان است تأکید دارم تا به دادگاه دعوت شوند و به این سوالات که بعد سوالاتی رو ردیف میکنه که از دلایل اثبات بیگناهی این جانب محسوم شود، یعنی گناهکار بودن غلام حسین اسماعیلی پاسخ دهند. غلام حسین اسماعیلی الان رئیس دفتر همون کسی که اون موقع رئیس قوه قضاییه بود و الان رئیس جمهوره، رئیس دفتر ابراهیم رئیسیه. بعد در صفحه 10 دفاعیه میگه آقای فراهانی بازپرس در دادسرای امنیت در اون سالها، یعنی اون سالهایی که منو متهم میکنین به این دزدی ها و اینها، مستقیما زیر نظر جناب آقای اژه‌ای معاون اول محترم قوه قضاییه وقت فعالیت داشته و اگر بر فرض کسی مثل این جانب نزد ایشان یا در آن دادسرای امنیتی اعمال نفوذ یا مداخله کرده باشد که یکی از جرائمش اعلام شد اعمال نفوذ در پرونده ها بوده است، آقای اژه‌ای باید بهتر از همه بدانند. پس چرا دادسرا یا دادگاه از جناب آقای اژه‌ای استعلام یا سوال یا تحقیق نمی کنند؟ اژه‌ای الان خودش رئیس قوه قضاییه است. و بعد در صفحه 16 دفاعیش نوشته آقای غلام حسین اسماعیلی اون سخنگوی وقت قوه قضاییه و رئیس کل وقت دادگستری استان تهران و تنها مقام مسئول قضایی که مستقیما برابر ابلاغیه مورخ 12/8/95 با امضای خودش در ذیل آن بخشنامه و ابلاغیه خود را تنها مقام قضایی مسئول در قضیه زمین‌های کلاک معرفی کرده بود. این زمین‌های کلاک ملاک اصلی پرونده در محکوم کردن و دزدی‌های در واقع اون باندی بود که آقای اکبر طبری به خاطرش محاکمه شد و اینها. خب میگه تنها مقام قضایی مسئول این غلام حسین اسماعیلی در قضیه زمین‌های کلاک معرفی کرده خودشو و به عنوان دوست صمیمی و بچه محل و همشهری قاضی منصوری که تو خارج از کشور گفتن خودکشی شد، بانی انتقال قاضی منصوری از مشهد به تهران و معرف قاضی منصوری در دادن سمت‌های قضایی و خصوصا انتخاب ایشان به عنوان قاضی ویژه اجرای احکام زمین‌های کلاک لواسان بوده، اکنون باید به عنوان متهم ردیف اول این پرونده در کنار این جانب باشد. بنابراین یا دلیل شما در کیفرخواست برای تحمیل و توجه اتهام به این جانب ارزش قضایی ندارد، یا شعار مبارزه با فساد شما عوام فریبانه و آدرس غلط دادن و برای در حاشیه امن قرار دادن مفسدان واقعی است. اون قاضی منصوری که میدونید به خاطر رشوه در همین پرونده متهم بود. خب آبان 98 من اینا رو دیگه توضیح و تفسیر نمیدن دیگه روشنه. آبان 98 غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده همون اسم اول رسول دانیال زاده گفت این فرد بیش از 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی داشته و از مرتبطان نزدیک اکبر طبری و حسین فریدون است. برابر اطلاعاتی که در پرونده جمع کردیم نام برده حدود 4000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در پرونده‌ای که محکوم شده بود در پرونده آقای حسین فریدون محکومیت حاصل کرده و در پرونده آقای طبری و همدستان او هم در زمره متهمان است و میگه حدود 1/4 بدهی وصول شده و بقیه‌اش هم در حال پیگیری است. اتهامش رو بشنوین و یه مقایسه بکنیم هم درباره مبلغ هم اتهام و این داستانا برای کسان دیگری که یا محاکمه نشدن یا محاکمه شدن و آزادن. خب اتهام شما دائر به 1 مشارکت در تشکیل شبکه چند نفری در امر ارتشا، 2 پرداخت رشوه به آقای اکبر اطبایی طبری به مبلغ 183 میلیارد و 233 میلیون و 300 هزار ریال از طریق واگذاری چند پلاک سفتی به آقای طبری ارزانتر از قیمت واقعی به شهر
مذکور در اتهامات آقای طبری که الان تو همین جلسه ذکر شده و همچنین پرداخت مبلغ 30 میلیارد ریال رشوه به آقای حمید علیزاده با وساطت آقای مهدی زایدی به شما تفهیم میشه. آیا این اتهامات قبول دارید؟ خیر. توضیح بدید. آقای رئیس، بنده 61 سالمه. نزدیک به 40 سال هست که صنعتگرم. من در سال 1390، اواخر سال 1390 توسط آقای خادمی گلمیشه سه واحد آپارتمانمو تهاتر کردم با ساختمان کریم خان، یعنی به عبارتی 14 میلیارد تومان ارزش واحدهای من بوده، 14 میلیارد تومانم ارزش همین 12 طبقه اداری و تجاری که آقای طبری گفتن. من در اواخر سال 90 این معامله رو کردم. آقای طبری رو من در اواخر سال 91 دیدمش. ساختمونی که هست در روما که سه واحد اینو آقای طبری تواتر کرده با من و سه واحدش رو خود من و فرزندم و دخترم اونجا زندگی میکنیم، 59 واحد دیگر هم من به دیگران فروختم. 59 تا مبایی‌نامه هست، 59 نفری که اون تو هستن هنوز اونجا هستن، از اونجا بیرون نرفتن. بعد اینی که میگن شبکه، کدوم شبکه آقای رئیس؟ من با یه نفر اومدم معامله کردم، با 59 نفر دیگه هم معامله کردم. حالا این آقا سمتی داره، مقامی داره، اون روز که من نمیشناختمش. ضمن اینکه ساختمونی که یه نفر میاد سه تا دونه یه جا برمی‌داره، چراغ اونجا روشن میشه، ما میریم به دیگران میگیم که آقا ساختمون رو نگاه کن، سه نفر اومدن خریدن نشستن. من کاری ندارم به قضاوت این محکمه. خودتون حرف رو شنیدین، قضاوت میکنین. اما با مبلغش کار دارم. قاضی میگوید که پرداخت رشوه به طبری به مبلغ 183 میلیارد ریال و خورده، یعنی 18 میلیارد تومان. و اونم تازه نه خشک، کش به قول آمریکایی ها. از طریق واگذاری چند تا پلاک ثبتی ارزونتر از قیمت واقعی، یعنی اختلاف قیمت شده 18 میلیارد تومان. رقم دوم رشوه 30 میلیارد ریال، یعنی 3 میلیارد تومان رشوه به حمید علیزاده، یه نفر دیگه یکی از قاضیای بازنشسته که رو همین مثل اینکه کارهای ساختمون اینا با وساطت فلانی. خب رو هم چقدر شد رشوه هایی که داده؟ جمع مبلغی که داده شد 18 میلیارد تومان به اضافه 3 میلیارد تومان، با خورده هاش میشه حدود 22 میلیارد تومان. اون کل فساد آقای دانیال زاده است در پرونده رشوه خواری و فساد شبکه اکبر طبری. از هیچ کس من دفاع نمی کنم، دارم گزارش میدم به اعداد و ارقامی که خودشون میدن توجه بفرمایید. میخوایم نتیجه بگیریم. کیه که ندونه که در کشور ایران در سیستم اقتصادی و اداری رشوه سالار جمهوری اسلامی نمیتونی پولدار بشی مگر از طریق برداشتن صدهای پیش روت با رشوه. هرچی آدم گنده تری باشی، یعنی ثروتمندتر باشی، بیشتر باید رشوه بدی. یعنی در واقع ازت رشوه میگیرن، وگرنه کیه که بخواد پولشو همینجوری بسوزونه، یعنی بده به یه گردن کلفت اداری یا حکومتی تا اون بهش مثلا روی خوش نشون بده یا فلان صد اداری رو از پیش پاش برداره. کیه که میخواد این پولو بده؟ میگیرن دیگه. خب بستگی داره تو کی باشی. هرچی نزدیکیت به افراد اصلی حکومت بیشتر باشه، بیشتر میدوزی و بیشتر در مرداب فساد فرو میری. جهانگیری و فریدون و گلپسرهی مثل دوماد محمد شریعت مداری نمونه هاشن. اینا کسایی هن که علنی میشن تا اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی و رئیسش و محمد شریعت مداری، اینا علنی نشن، چون در ساختار حکومت نهایتا اینا مهمن، نه وابسته هاشون که راه فساد و موقعیت رو اینا براشون هموار کردن. حالا مقایسه کنید رشوه 20 میلیارد تومانی دانیال زاده رو و حکمی که بهش دادن با بقیه و ادامه کار.
رسول دانیالزاده فرزند حسین علی به جرم مشارکت در شبکه ارتشا به لحاظ اینکه بعد از تشکیل پرونده به کشور بازگشت و در فرایند دادرسی شرکت کرد مشمول تخفیفات دادگاه و 15 سال حبس محکوم شد. 22 شهریور 99 تو همون دادگاه بیژن قاسمزاده به جرم تأثیر دادن نفوذ افراد و دریافت رشوه به انفصال دائم از خدمات دولتی و 10 سال حبس تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشا و جزای نقدی محکوم شد. دانیال زاده که قبلا یک بار سال 95 بازداشت شده بود و بعد آزاد شده بود، این بار در پرونده تبری رفت زندان و اداره کارخونه ها و املاکش رو به کسای دیگه داد. بیژن قاسم زاده قاضی مهم دستگاه قضا بود. چی شد اون؟ در هفتم آبان ماه 1400، اونجا گفتم حکم 22 شهریور 99، در هفتم آبان ماه 1400 احمد رضا عابدزاده فوتبالیست عکس مهمونی با قاسم زاده رو منتشر کرد که حسن یزدانی کشتی‌گیر هم اونجاست. عکسش رو نمیدونم دیدی یا ندیدی، حالا اگرم ندیدین مجددا باید بذارن که ببینین که من توضیح میدم که با کت سیاه روبروی عابدزاده نشسته، سر میزم که بیژن قاسم زاده است. وقتی این عکس همه جا پخش شد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که بیژن قاسم زاده با وثیقه آزاد است. از اون ور دانیال زاده در نامه سرگشاده به همتی که اغلب رسانه‌های جمهوری اسلامی منتشر کردند، همتی که اسمش نوشته بود به عنوان اولین بدهکار بزرگ بانکی، تو نشست با رئیس و اینو عرض کردم در تلویزیون، دانیال زاده نامه سرگشاده نوشت برای راه اندازی صنعت فولاد همه سرمایه شخصی و خانوادگی رو در قالب این کارخانجات معظم در خاک این سرزمین بنا کردم تا اینکه گردباد و سونامی اقتصادی سال 87 همه بنگاه های تولیدی در سراسر جهان را به چالشی مرگبار کشید. بسیاری از صنایع در دنیا و از جمله ایران نابود شدند و خیلی عظیمی از کارگران بیکار. مجموعه تحت مدیریت این جانب نیز از رهگذر همین سونامی ضرر و زیانی بالغ بر 560 میلیارد تومان، به عبارتی 560 میلیون دلار متحمل شد. در این مقطع و برای جبران این ضرر بزرگ چهاره جز استقراض از سیستم بانکی نداشتم و پس از 3 سال دوندگی نهایتاً در سال 91 مبلغ 519 میلیارد تومان در قبال وثائق چندین برابری از بانک ملی تسهیلات دریافت کردم و شدم بدهکار بانک، یا همان ابر بدهکاری که در این سالها ذیل این لفظ بر من تاختند. بابت این وام 519 میلیارد تومانی که ریال به ریال آن مصروف امر تولید شده، با فرصتی که تا یک سال گذشته دستگاه قضایی برای امر تولید فراهم آورد، بالغ بر 3000 میلیارد تومان در قالب اصل و سود به سیستم بانکی برگردانده ام و تسویه کامل کردم. 519 میلیارد تومان وام گرفته، 3000 میلیارد تومان اصل و سود بانکی رو میگه پس دادم. و این حرفم نه تنها تکذیب نشد، تاییدم شد. اژه‌ای در کنفرانس خبری تایید کرد که 30 هزار میلیارد ریال، عین حرفش 30 هزار میلیارد ریال برگردانده شده است. دانیال زاده اما با قرار وثیقه آزاد نشد، اما هم پروندهش آزاد شد. آقای قاضی و قرارم هست که پروندهش رو باز بررسی کنن مثلا و حکم اصلا عوض کنن. این اعلام شده است که با وثیقه آزاد شده چون میخواد پرونده رو دوباره بررسی کنه. چرا؟ چون برای حکومت مهمه و اصلا نباید میآوردنش تو این پرونده. درست اهمیت اسماعیلی و اژه‌ای رو نداره، ولی قطعا نسخه بدلی سعید مرتضوی است. همین آدم جرأت کرد امضاشو بذاره پای فیلترینگ تلگرام که کماکان نافذ این امضا و این حکم. بی تردید تصمیم و دستور از بالا بوده بهش، به این کشتیگیر سابق و قاضی مثلا تعلیق شده که حکم صادر کنه. ولی کسی که قاضی دادگاه فرهنگ و رسانه باشه بعدم همچین حکمایی صادر کنه، آدمو فقط یاد سعید مرتضوی در دهه 70 و 80 میندازه که رئیس دادگاه مطبوعاتش کردن و حکم توقیف فله مطبوعات و بازداشت روزنامه ها رو صادر کرد، بازداشت روزنامه نگارا رو. نه با سعید مرتضوی کاری دارن، نه با حاج بیژن قاسم زاده.
با حاج بیژن که اصلا کاری نره، امامزاده شدارن امامزاده بیژن. به قول آقای مجتهدزاده وکیل دادگستری، از خوشخدمتی های قاسمزاده علاوه بر صدور قرارهای سنگین برای بسیاری فعالین، یکی هم فیلتر تلگرام بوده. نام برده بیشتر مجری دستورات دادستان وقت بود تا مقام قضایی مستقل باشد. معلومه که این آدم رو نمیندازن زندان، همونطور که مرتضوی رو ننداختن، حسین فریدون و بقیه رو ننداختن. یه نکته اینجا بگم، ببینین هر عقل سلیمی میفهمه که محاکمه این افراد به چه هدفی است. وقتی فساد و حکومتی همچنان ادامه داره و مدام بیشتر میشه، محاکمه بشن یا نشن همین فساد و حکومتی ادامه داره. کی کاهش پیدا کرده؟ گسترش پیدا کرده. پس محاکمه اینا به چه دردی خورده و چه نتیجه ای داده؟ چند ساله دارن محاکمه ابرا رو محاکمه میکنن، چه نتیجه ای داشته؟ از نظر مبارزه با فساد که نتیجه ای نداشته و نداره. به درد کسایی میخوره که در لایه‌های بالایی حکومت سررشته یا سرنخ این فساد ساختاری تو دستشونه. هر وقت احساس ناامنی کنن یکی قربانی میکنن تا در پشت گرد و غبار قربانی کردن اون همدست کم ارزش مخفی بشن و میشن. دیدین دیگه این گرد و غبارایی که هم میشه جنایت رو با جنایت در واقع پاسخ میدن. دروغ گفتن به مردم به ویژه در دستگاه قضا جنایته دیگه. باری دومین اسمی که در فهرست همتی بود گروه اعزامه. گروه اعزام یعنی گروه صنعتی که به این نام عباس ایروانی را انداخته و یک کارتل اقتصادی قطع سازی خودروست با 12 تا کارخونه تو جمهوری اسلامی که نمیشه شما انحصار فلان صنعت یا کالا رو داشته باشی و به حکومت وصل نباشی. نمیذارن، اطلاعات سپاه به ویژه نمیذاره. همه سرمایه دارایی که در 30 سال گذشته حداقل در ایران کار کردن اینو میدونن. اونا اصلا جزئیات چه به من میگن؟ نمیذاره اطلاعات سپاه. دقیقا هم جایی یقتو میگیرن که بخوای باهاشون در بیفتی یا سهمی که میخوانو ندی. عباس ایروانی متهم شده به بدهی بیش از 15,000 میلیارد تومان که با دوز و کلک گرفته از بانک و مثلا به اسم واردات مواد اولیه برای کارخونه هاش، ولی با همون پول قطعه وارد کرده از چین. برای اینکه ببینید چقدر اوضاع دادگاه ها و محاکمه هاشون قاطیه همین نمونه رو توجه کنید. 7 اسفند 1398 روزنامه مردم سالاری نوشت دور جدید رسیدگی به اتهامات عباس ایروانی مؤسس و مالک یکی از بزرگترین گروه های صنعتی ایران از 6 اسفند 98 بعد از وقفه‌ای با اتهام اخلال در نظام اقتصادی با بدهی بانکی 15753 میلیارد فلان تومان آغاز شده است. نکته جالب این پرونده تناقضات آشکار است. در دور قبلی دادگاه نماینده دادستان ایروانی را به واردات 764 میلیون دلاری مواد اولیه به صورت قاچاق متهم کرده بود و حالا بعد از 5 ماه برعکس میشه. او را به خروج ارز بدون واردات کالا به همان میزان، یعنی معادل 15000 میلیارد تومان و بدهی کلان بانکی متهم کرده. قاعدتاً باید مثلا دادستان مو رو از ماست بکشه. چرا یقه گروه اعزام و عباس ایروانی و چند تا همکاراشو تو این هولدینگ گرفتن و حالا با این افتضاحی که حتی یک روزنامه از خودشون میاد ازشون در واقع مچگیری میکنه که آقا اینقدر گاف ندین. چرا این انداختنش جلو عباس ایروانی؟ چون همون اوایل دهه 90 که برای اینا پرونده تشکیل دادن، صنعت خودرو به طور کلی و قطع سازی به طور خاص در ایران دچار بحرانی شد که همچنان هم ادامه داره. ولی خب میدانید دیگه اون موقع چجوری شروع شد ناگهان. به قول رسول دانیال زاده حالت سونامی داشتیم.
خب باید تقصیر گردن یه چند نفری میافتاد دیگه، چون کلی مردم شاکی بودن، کلی نامنویسی کرده بودن برای گرفتن خودرو، قطع سازی ها قابیده بودن، تحریم ها خودش دلیل شده بود. خب باید یه چند نفری قربانی میشدن حتی اگر با خودشون هم شریک باشن. حاصل میشه این که برای یه مدت اعتراضا رو منحرف میکنیم و خودمون قصر در میریم. خودمون یعنی کیا؟ مختصر عرض کنم، ایروانی نیز همچون اسلاف خود ید طولایی در تأسیس خیریه برای پولشویی های کلان دارد. البته مانند تمام همکیشان خود، هزینه کرد خیریهش هیچگاه مشخص نبود و کسی نمیدانست پولهایی که به مؤسسه او میرسد چقدر است و کجا هزینه میشود. یکی از سرمایه گذاران مهم شرکت اعزام که حالا مدیران آن مرتب به دادگاه رفت آمد دارند، خیریه عصر نور، نوره که سه نفر از اعضای هیئت مدیره خیریه عصر نور، علی، احسان و نوید کریمی قدوسی هستند. کریمی قدوسی که ایشون که خیلی هم ادعای عدالت خواهی و این قصه ها رو داره، نماینده مجلس. حاج عباس ایروانی بجز خیریه عصر نور یکی از اعضای کریمی قدوسی در ضمن از سپاهیان قدیمی، حاج عباس ایروانی بجز خیریه عصر نور یکی از اعضای خیریه متوسلین به امام رضا هم هست. در این خیریه افرادی مانند همسر قالیباف، زهرا مشیر استخاره حضور دارند. صادق خرازی هم البته در این خیریه حضور مؤثری داشته است. از دیگر مسائلی که این سرمایه گذار بزرگ را به شهردار سابق تهران و صادق خرازی متصل می کند، سرمایه گذاری گروه اعزام در پروژه 1001 شهر تهران است که قرار است در کنار ایران مال افتتاح شود. حاصل رو میدونین دیگه، حاج عباس ایروانی محکوم میشه و تا سهم اطلاعات سپاه تا قرون آخر نده نمیذارن بیاد بیرون. بقیه از چپ و راست فقط از قبل این گردن کلوفتا میخورن و جاشون سفته. فساد قالیباف و خونوادش دیگه روشنتر از آن است که نیاز به توضیح باشه. چقدر گفتن و کسایی که خیلی فشار آوردن مثل سردبیر اسکان نیوز، یک سال هم افتاد زندان، یاشار سلطانی، کسایی که فشار آوردن ول نکردن قضیه رو و همچنان هم تهدید میشن. و من قرار شد توضیحامون ندم، توضیحی ندم و در واقع گزارش بدم، برم جلو تون تون نمونه هایی میارم دیگه در این برنامه. از ایران مال گفتم، بریم سراغ علی انصاری. چونان که میدونید تو این تیک کاغذی که همتی داد به رئیسی فهرست 11 بدهکار بزرگ بانکی، اسمی از علی انصاری نیست. چرا؟ اینا مگه بدهکار ترن 11 تا؟ نه اتفاقا اونا که اسمشون نیست بدهکار ترن. علی انصاری که باباش حاج علی اکبر انصاری از معتمدان بیت رهبر و مراجع حکومتی است، دهه 70 شروع به برج سازی کرد و در روابط نزدیک با مؤتلفه و مشخصا امیر رضا واعظ آشتیانی هر صد اداری رو از پیش پاش برداشت. واعظ آشتیانی عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه است که بخش از بازار دستشونه. علی انصاری سال 84 شد اسپانسر احمدی نژاد تو انتخابات ریاست جمهوریشون. احمدی نژاد که شد رئیس جمهور، واعظ آشتیانی شد معاون وزارت صنایع و معادن. علی انصاری هم هر رنگ کنی رو ببینین، واقعا هشتم برج هشت 88 در جوار مرقد امام هشتم شیعیان بانک تات رو افتتاح کرد. 17 اردیبهشت 91 با لغو مجوز از سوی شورای پول و اعتبار به دلیل انجام تخلفات عدیده و مشکل در شفافسازی سهامداران، بانک تات منحل شد. از سال 88 تا 91 بانک تات برپا بود، منحل شد. دو ماه بعد تیر 91 بانک آینده مجوز گرفت و تأسیس شد. بانک آینده با استفاده از نفوذ سیاسی بالا از ابتدای سال 93 با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی وارد بازی پونزی شده است. بازی پونزی یکی از راه‌های شناخته شده اخلال در نظم اقتصادی و به هم زدن جریان سپرده‌گیری در بانک‌های رقیب است. بدین ترتیب که یک بانک، در اینجا بانک آینده،
با اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی شروع به افزایش سود پرداختی به سپرده گذاران می کند. در نتیجه جریان سپرده گیری در سایر بانک ها به هم می خورد و سپرده ها جذب بانک آینده می شود. این اضافه برداشت در همان ابتدای سال 93 به 9700 میلیارد تومان می رسد. جا به صراحت اینجا نوشته است اخلال در نظام اقتصادی. حالا نقدینگی و بدهی بانک آینده تو همین چند سال ببینید که بدونین پولایی که گرفته شده از بانک مرکزی و سپرده های مردم تو بانک نمونده. گزارش آخر سال 93 بدهی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر دولتی به بانک مرکزی تا پایان آذر ماه بیش از 77 هزار میلیارد تومان بوده است. بدهی بانک آینده به بانک مرکزی به بیش از 64 هزار میلیارد تومان میرسد. یعنی چی؟ یعنی در یک سال نزدیک 70% بدهی کل بانک مال بانک آینده است به بانک مرکزی. سال 97 بخش مهمی از منابع و استقراضهای بانک به منظور اجرای طرح ایران مال در سنوات اخیر روی داده است و به این ترتیب بخش مهمی از منابع بانک آینده از طریق شرکت‌های زیر مجموعه درگیر این پروژه بوده است. علی انصاری بیش از 100 شرکت عنکبوتی درست میکنه، به قول خودشون شرکت عنکبوتی، خودش در مرکز هر کدوم از این شرکت ها که ظاهرا مستقلا مالکیت چون در چند لایه به علی انصاری میرسه، این شرکت ها به بانک معرفی میشن، مثلا به همین بانک آینده که مال خودشه، مال خانوادگی، مال خودشونه، وام های کلون میگیرن بدون اینکه وثیقه معتبری گذاشته باشن. یعنی سرمایه مورد نیاز فعالیت های علی اقتصادی و از جمله ایران مال و داداشاش از محل سپرده های مردم تو بانک تامین میشه. مثال بزنم، شرکت پتروصنعت صدر که یکی از وام گیرنده است، از نظر حقوقی شرکتی است با مسئولیت محدود و سرمایه معادل 20,100,000 تومان. چقدر بدهی داره به سیستم بانکی کشور؟ 68 میلیارد تومان. من هم چند برابر، خدا برابر. بانک تسهیلات دهنده، بانک آینده. این شرکت پتروصنعت صدر اصلا ساختگیه، وجود خارجی نداره، هیچ فعالیتی نداشته، هیچ ثبت نشده، هیچ فعالیت ازش. مدیر عامل شرکت که کیوان اقبالیان، راننده شخصی علی انصاری. خانواده انصاری همجوری که پیش میره میرسه به پروژه مرکز خرید ایران مال، دوباره پول پروژه رو از سپرده های مردم در بانک آینده برمیداره، خود پروژه رو به عنوان وثیقه به بانک آینده میده، میگه این وثیقه 10 میلیارد دلار، با ارزش گذاری سوریه 10 میلیارد دلار. یعنی ثبت شده در صورت عدم بازپرداخت وام، بانک میبایست مرکز خرید ایران مال را ضبط کند و برای تامین خسارت بفروشد. کدوم بانک؟ بانک آینده، بانکی که مال خود صاحب ایران ماله. بعد اینا کم نیست، دیماه 99 اعلام شد که ایران مال در مزایده فروخته شد. به کی؟ باز به خود علی انصاری. میگم کلش آدم باید به کجا بکوبه. شرکت حامی کیانسازه خریدار جدید ایران مال است. شرکت که آخرین سرمایه ثبتی آن 100 میلیون تومان است، اما با این سرمایه اندک یکی از گرانترین معامله های سالهای اخیر را انجام داده است. شرکت حامی کیانسازه سهامدار بانک آینده است، بانک آینده هم سهامدار ایران مال، هر سه تاشم مال خانواده علی انصاری. بدهی اعلام شده علی انصاری به بانک آینده 63 هزار میلیارد تومانه. برای میگم اینا رو مقایسه کنیم با اون 4000 میلیارد تومانه، یعنی کارمون به جایی رسید بدبختی رو ببینید. 63 هزار میلیارد تومان این بدهکاره، هیچ کم کاری بهش نداره. مقایسه کنیم با 4000 میلیاردی که گفتم از رسول دانیال زاده 15 سال زندان. خب ادامه. محمود صادقی نماینده رد صلاحیت شده مجلس سال 96 فهرست 20 بدهکار اصلی بانک فقط سرمایه رو، بانک آینده نه، فقط بانک سرمایه رو منتشر کرد. بانک سرمایه رو فقط منتشر کرد چون سرمایه این بانک مال صندوق فرهنگیانه و دزدی از اون، یعنی دزدی مستقیم از صندوق بازنشستگی فرهنگیان بدبخت، بیمه و بازنشستگی شد. 20 نفر ابر بدهکاران بانک سرمایه اینا، این میبینید دیگه. مصطفی انصاری برادر علی انصاری اینجا هم هست، اینجا بر سکوی ششم ایستاده، اما در فهرستای دیگه رتبه های بالاتری داره. مصطفی انصاری یعنی علی انصاری، هر جا علی انصاری خواسته به نام خودش کاری نکنه اسم مصطفی رو داده. مصطفی هم از البته از قبل این داداش بازی به میلیون ها دلار رسیده،
واقعا نمیم سربتش چقدره. این عکسایی که میبینین با بانوان خارجی در دبی گرفته های مصطفی انصاری. مصطفی انصاری بعد از اینکه تو همون فهرستا ابر بدهکار بانکی ایران لقب گرفت، زنش ماندان خانم بلورچی رو فرستاد آمریکا توی خونه که چه عرض کنم مانشن به اصطلاح خونه اشرافی 25 میلیون دلاری در کالیفرنیا. اسنادش همه هست و آدرس ها و از سال 1393 تا 1398 5 سال تو اون خونه بودن. خونه رو از یک ایرانی جالبه، از یک ایرانی یهودی تبار به نام اسم اولش رو میگم فهمیم میگیره خونه رو، 22 میلیون دلارش رو 5 ساله میده به اضافه مالیات سالانه 250 هزار دلاری مالیات سالانه خونه. آنچه در اسناد ثبت شده این است که بعد از پرداخت 22 میلیون دلار و پرداخت نشدن 3 میلیون دلار باقی مانده، مدت قرارداد 5 ساله تموم میشه و چون طبق قرارداد باید 25 میلیون دلار تموم میشد و تکس هم کامل پرداخته میشد. وقتی پرداخته میشه آقای فهمیم که خونه مال او بوده اول، قانونن آقا را از خونه بیرون میکنه. حالا این دلیل واقعی است یا نه من نمیدونم، این آن چیزی است که ثبت شده. نهایتا وکلای ماندانا خانم همسر مصطفی انصاری بخشی از کل 22 میلیون دلار رو که پرداخت شده بوده بخش ناچیزی شده در واقع میتونن زنده کنن که با این پول تشمی میبرن یه خونه در بیورلی هیلز در کالیفرنیا میخرن که حالا اصلا براشون مهم نیست برباد رفتن نزدیک 20 میلیون دلار ثروت بادآورده ای که از ایران خارج کردن و در دبی و آمریکا دارن فقط خرج میکنن. دیگه این 20 میلیون دلار که چیزی نیست. مصطفی انصاری و علی انصاری و زن و بچه هاشون پاسپورت سنت کیتس رو دارن. پاسپورت سنت کیتس خریدنیه. مبلغ خرید پاسپورت از سنت کیتس بین 300 تا 400 هزار دلاره برای هر نفر. خب این آقا مصطفی شونه. علی آقا انصاری هم که گفتم مبلغ بدهی ثبت شدهش در ایران به بانک سرمایه فقط 63 هزار میلیارد تومنه. کی باهاشون تالا کار داشته؟ چه بازرسی؟ چه دستگاه قضایی؟ چه مملکتی؟ مملکتی که یه لات بی سوادی که 8 هزار میلیارد تومن مردم رو به اسم سهامداران پدیده شاندیز خورد و با شکایت سهامدارا محاکمه شد، حبس ابد گرفت، زندان نخر آزاده. اونا همه تئاتره. دوم مرداد 98 اعلام شد که محسن پهلوان به دلیل اخلال در نظم اقتصادی کشور به حبس ابد محکوم شد. در حکم صادر شده آمده است تا زمان صدور حکم در راستای استرداد اموال سهامداران به تحمل حبس ابد مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و سهام شرکت پدیده به اشخاص ذینفعان و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت محکوم می شود. بعد از 6 ماه از صدور این حکم، یعنی اوایل بهمن همون سال 98، داریم می بینین محسن پهلوان در فرودگاه کیش دیده شد، شیک و پیک با همون یقه باز لاتی و چمدون به دست. خب بدهکار دیگر در همون لیست محمد صدر هاشمی، نژاد هاشمی، 3 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی داره، نفر سوم تو اون لیست. از بانک تحت مدیریت خودش، از بانک خودش مثلا اقتصاد نوین 3 هزار میلیارد تومان بهش بدهکاره. 1400 میلیارد تومان وام گرفته و 136 میلیون یورو بدهی معوق دارد. الان کجاست؟ ایشون داره بانک اقتصاد نوین و 60 شرکت واقعی و سوریشو اداره میکنه. محمد صدر هاشمی نژاد مؤسس اولین بانک مثلا غیر دولتی ایران در جمهوری اسلامی است، بانک اقتصاد نوین که سال 1380 تأسیس میشه به دلیل
کمک به نقض مقررات بین المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی تحریم میشه، اما بعد از امضای برجام اقتصاد نوین از تحریم درآمد، مثل بعضی از بانک‌های دیگه. حالا کاری نداریم. ببینین 15 سال قبل از تأسیس بانک اقتصاد نوین، فقط 15 سال، سید محمد آقا صدر هاشمی یه قرون نداشت، میگه میرفتم تبریز با اتوبوس از تهران، صبح زود که میرسیدم میرفتم حموم عمومی و خودم رو با روزنامه خشک میکردم. همه جا خاطراتش چاب شده، ما یه برنامه مفصل در این باره داشتیم. 15 سال بعد میشه آدمی که 3000 میلیارد تومان بدهی بانکی به بانک خودش داره، یکی از ابر ثروتمندان ایران. من با خانواده‌اش حالا کاری ندارم که قبلا مفصل گفتیم. خب مهدی جهانگیری برادر اسحاق، معاون اول رئیس جمهور در دولت قبل، یکی دیگه شونه 25 آبان 99 باستاب نوشت قراردادی میان گروه مالی گردشگری با قرارگاه خاتم الانبیا منعقد شد و رقم این قرارداد 20000 میلیارد تومان است. مگر نه این است که مهدی جهانگیری در سال 1396 به اتهام فساد اقتصادی توسط سپاه کرمان بازداشت و روانه زندان شد و پس از آن هم بر اساس آنچه که رسانه ها به آن اذعان کردن با یک قرار وثیقه 1000 میلیارد تومانی آزاد شد؟ بر اساس این واقعیت آیا نباید برادر معاون اول رئیس جمهور را یک متهم دانه درشت اقتصادی قلمداد کنیم؟ اگر در پرونده مالی و اقتصادی او مشکلی وجود داشت، پس دلیل بازداشت و بعد از آن صدور قرار وثیقه سنگین برای او چه بود؟ اتهامش چی بوده؟ دادگاهش همون سال 99 حکمش صادر کرد. به گفته سخنگوی قوه قضاییه آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به تحمل 2 سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی 4 برابر بهای ریالی ارز قاچاق محکومیت حاصل کردند. اسماعیلی ادامه داد علاوه بر آن به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل 2 سال حبس دیگر و رد مال محکوم شد. 2 تا 2 سال اینجوری. این کی صادر شد؟ بهمن 99. اینکه آبان 99 قرارداد 20000 میلیارد تومانی بسته بود با قرارگاه خاتم. پس کجا سالا رفت زندان؟ من قرار بره زندان؟ من بقیه رفتن زندان؟ نه بابا، اینا که این مهدی جهانگیری که عمرن، مگه اینایی که مالتی میلیاردر شدن با همکاری خود مسئولان همین نظام مقدس نشدن؟ این آقای جهانبانی که تو این لیست 11 نفر نیست تو، ولی لیست بدهکاران بانک سرمایه هست تو جاهای دیگه، تو فهرست بدهکاران کلان مالی که محمود صادقی منتشر کرد هست. 2 تا شریک داره که تو شرکت ساختمانی اقامت مال ایشونه، اسمشون ثبت شده با جهانبانی، یکیشون عمار صالحی پسر سرلشکر صالحی و یکی دیگرشون محسن جعفری نجف آبادی فرزند محمد علی جعفری نجف آبادی فرمانده سابق سپاه پاسدار. این گل پسرا که محاکمه شدن و 10 سال زندان هر کدومشون گرفتن الان زندانن. مگه بابک زنجانی نیست که بهش حکم اعدام دادن به عنوان ابر بدهکار بانکی و برهم زننده نظم اقتصادی؟ مثلا چه نظمی، قربونش برم، الان داره تو ویلایی در لواسون زندگی میکنه. مگه با فاضل لاریجانی کاری کردن؟ حتی به صراحت گفتن اتهامی به فاضل لاریجانی وارد نیست، همون که به سعید مرتضوی عکس داریم میبینین دیگه، به سعید مرتضوی میگفت یه کاری بکن بابک زنجانی به من ماهی 15000 دلار بده منم کاراشو با آقداداشام درست میکنم. یه کاری باش کردن. یا مهدی هاشمی رفسنجانی که سال 94 با اتهام اختلاس، ارتشا و مباحث امنیتی به قول خودشون به 10 سال زندان محکوم شد. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس 12 شهریور 1400 گفت در حاشیه بازدید از زندان اوین مطلع شدم جناب مهدی هاشمی از اسفند ماه سال گذشته و بدون تعیین سقف زمانی به مرخصی رفته است. بعضی وقتا قضیه آشکارا
می شود کمدی تراژیک. من چقدر وقت دارم لطفا به من بگین که بدونم. مرسی. خب عرض کردم که بعضی وقتها آشکارا قضیه میشه کمدی تراژیک. یارو رو به جرم اختلاس میندازن زندان، بعد باش قرارداد کلان میبندن. من نمیدونم تو زندان یا بیرون، خودتون بدونین. بعد میبینن که دوباره به همون دلیلی که انداختن زندان، یعنی کلا گذاشته سرشون، درست همون کلا رو دوباره گود میذاره سرشون. محمد ذوالفقاری رئیس هیئت مدیره شرکت ستاره تابان کیش که در سال گذشته به دلیل اختلاس 8000 میلیارد تومانی مجرم شناخته شد و راهی زندان شده بود، بعد از آزادی از زندان 10 روزه قراردادی معادل 500 میلیون دلار با شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی منعقد کرد. حالا گزارش‌ها حاکی از آن است که ذوالفقاری پس از صادر کردن این محموله‌ها مبلغ دریافتی از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باز نگردانده است. 500 میلیون دلار. شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به دلیل پرداخت نشدن پول‌های حاصل از فروش بنزین از ذوالفقاری شکایت کرده و پرونده در دستگاه قضایی در حال بررسی است. دوباره قبلا عرض کردم دیگه، به دلیل اختلاس 8000 میلیارد تومانی مجرم شناخته شد، راهی زندان شده و بعد از آزادی از زندان 10 روزه میان میگن بیا بشین واسه سر 500 میلیون دلار قرارداد بندیم، برو نفت و معدنیات گازی اینو بفروش، بنزین بفروش ببخشید، بعد این میفروشه و پولشو نمیده، بعد دوباره میرن ازش شکایت میکنن. این طوریه دیگه، اینها آزادن و خون و جان اکثریت مردمی رو که داشتم یک ویدیوی کوتاه میدیدم انقدر دردناک بود که گذاشتمش کنار برای پخش نیاوردم، که یک بچه 7-8 ساله استان سیستان بلوچستان داره میگه که من هدیه ای که میخوام میوه است، میوه برام بیار، میوه میخوام. چه میوه؟ میگه پرتقال، موز، هر اسمی که میدونه. و همین. بریم پرده آخر. خیر مقدم به تو شاه ها، سرورا، چه عجب از این ورا، وگو که چی بیده اصل ماجرا، چه عجب از این ورا، تو مثال اسب رستمی، تو مثال اسب رستمی، ما مقابل تو عینهو خراب، چه عجب از این ورا، رخش من به برره خوش آمدی، رخش من به برره خوش آمدی، این طویله نبدار قابل تو را، چه عجب از این ورا. سهم دلدادگان تو سلوا، قسمت دشمنان تو سجیل، رهبری نیست در جهان جز تو که ز امت چنین کند تجلیل. جسم تو کامل است، ناقص نیست، میدهد عطر یک بغل گل یاس، دستت اما حکایتی دارد، رحم الله و عمی العباس. صلوات. شب و روزگار خوش.